به نام خداوند پیدا و نهان سلام به برنامه درمان با ما رستم همین رسولی خوش آمدین آرزو دارم که تنتان سالم روحتان شفاف و لبخند بر لبانتان باشه و همچنین هفته را با سلامتی کامل و خوبی به اتمام رسانده باشین البته باز هم با یک موضوع جدید در خدمت شما قرار داریم موضوع امشب ما در رابطه با چشم است شما میتونید تماس بگیرید و برنامه ما همچنان پیام هایتان هم که ارسال بکنین. البته شما تماس برنامه ما همچنان 0700 111 130 هست میتونید برای صفحات تلویزیونتون همین لحظه بیننده باشین و موضوعاتی که امشب بر شما تقدیم میکنیم در رابطه به ای است که چگونه خود را میتونیم که خشم خود را کنترل بکنیم و همچنان در رابطه به ای که چگونه میتونیم خشم خود را در یک مکان مناسب یا در جای مناسب تخلیه بکنیم و بسته معلوماتی داریم در رابطه با چشم ساختمان چشم چی هست و همچنان مرفی هست با دستگاه به نام که برای تشخیص و ماینات چشم استفاده میشه البته در ابتدای برنامه با هم میریم بخش روانی و رفتاری رو میبینیم و در ادامه ما را فراموش نکنیم دکتر صاحب چگونه می توانیم خشم خود را مدیریت نماییم چگونه می خشم خود را تخلیه نماییم سلام دوستان در مورد سوال شما باید بگویم که یکی از مسائلی که امروزه بسیار جدی است مهم است و خیلی از مردم را با مشکل روبرو ساخته او همانا مسئله خشم و عصبانیت و غصه و به عام که شدن و به اصطلاح به بی پروگرام شده و بی برنامه است خیلی از افراد و اشخاصی که خشن میشن عصبانی میشن یا به یک نحوی به شکل به اصطلاح حالت آرامش خود را از دست میدن باید به دوستا بگویم که اول خویی که او افراد و اشخاصی که خشن میشن و عصبانی میشن و بخصوص در مورد خشم و عصبانیتشان دیدگاهشان منفی است ما روزو داریم دیدگاه خود را در این مورد مثبت بسازیم ما حق داریم خشن شیم ما حق داریم عصبانی شیم یک حالت مغزی است و ما راحت باید ایره بپذیریم اول یعنی هر کدام ما از ما شروع تا شما هم ما شما خشن میشیم بالاخره به یک مسئله عصبانی میشیم و این عصبانیت و خشم خود را نباید در درون سرکوب کنیم یعنی واپس نزنیم این حس خود را این ای نه عیب است نه نه گناه است نه خطا هیچ چیز نیست این ای یک ای 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 حالت است طبیعی است و ما می توانیم با این حالت با این وضعیت بسیار راحت یک برنامه و یک مدیریت بسیار سالم و قشنگ جور کنیم یعنی زمانی که ما خشن میشیم به وضعی که خشم خود را در درون سرکوب کنیم به وضعی که خشم خود را بخوریم به وقت که خشم خود را قرد کنیم خوب است ای خشم خود را به شکل به نحوی در جایی که ضرر نداره در جایی که آسیب نمیرسانه در جایی که به کسی مضر واقع نمیشه راحت تخلیش کن یعنی ما آرزوی میست که افراد و اشخاص زمانی که خشن میشن زمانی که عصبانی میشن بسیار راحت این خشم خود را و این عصبانیت خود را در در مورد در چیز سر چیزی که اذیت و آزار و آسیبش کم باشه تخلیه کن افراد و اشخاصی که یک عمر با خشم و عصبانیت سپری میکنند افراد و اشخاصی که خشم جز زندگیشان شده به اونا رزو میکنم که لطفا ورزش را شروع کنند خیلی از انرژی های که در وجود ما زاید پیدا میشه اضافه میشه اون نیاز داره که به شکل به نحو تخلیه شود اگر او به شکل به نحو تخلیه نشه سبب میشه بدل میشه متحول میشه حالت خدا بدل میکنه به خشم به عصبانیت به تعصب با بغض با خصومت و انواع خشم و نشانهای خشم که ما داریم ما روزو داریم این افراد و اشخاص کارهای ورزشهای، های سرگرمی های تفریح های بر خود جایگزین این مسئله بکنن تا بسیار راحت بتانن به اون مسئله و به مشکل آرام شوند راحت شوند و کنار بین سومین نکته ای که به نظر من خیلی مهم است خیلی جدی است و از ارزو دارم که این کار حتما بکنن مطالعه و تحقیق در مورد خشم است آرزو دارم دوستا لاقل لاقل اونایی که حس میکنن که خشن هستن لاقل تا آخر همی لاقل افت مقاله علمی در مورد خشم بخونن ما آرزو دارم ما باور دارم که شما از و دوستایی که در مورد خشم آگاهی بیشتر پیدا بکنین معلومات بیشتر پیدا بکنین دانشتان اطلاعاتتان در مورد این مسئله و این حس بیشتر شوه به مو اندازه میتونین که مدیریتش کنن سپاس هم خوش ادامه برنامه درمان شما از تلویزیون آریانا بیننده هستید و همین ما البته پیام شما را دریافت کردیم در صفحه فیسبوک پیام های متعدد در رابطه با چشم شما گذاشتین و شما که باز هم سوال دارین میتونین که همین لحظه بر ما پیام بفرستین تماس بگیرین تا سوالتان و مشکلتان حل شود و دکتر صاحب بر شما توصیه داشته باشن خب دکتر صاحب که امشب مهمان برنامه ما هستند دکتر صاحب فخرالدین شامل متخصص و جراح چشم دکتر صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه خوش باشین تشکر از شما که داری برنامه دعوت کردی سلامت باشین تشکر دکتر صاحب، در ابتدای برنامه یک پکیج داریم در رابطه با ساختمان چشم اگر شما موفق باشین با هم پکیج می بینیم درست آها آه. حال شما و پکیج این ای ماینه یک ماینه بسیار با ارزش است که به نام این داره یاد میشه و تمام مریضایی که در سگمنت خلفی بر دیدن د یو اتاق مې 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 نه را اجرا میکنم خصوصا مریضای نمره بلند منفی دارن یا عینک می پوشن که چشمای از و بعض نقاط ضعیفه داره که مثل ازی که این پدر ما که پیش ما در ماینه ما یافتم که یک انفصال شبکه ریتینل دیتچمند دارن و اون مریضا را که ما با این ماینه می بینیم لاتیس دیژنریشن و این نقاط ضعیفه را در چشمشان تثبیت میکنیم و قبل ازی مرض بالای چشمشون بیاید و رتینال دیتچمنت شود و مریضوار ما با این دستگاهی که به نام یک لیزر است ارگون لیزر ما لیزر میزنیم و چشمشون را تقویه میکنیم یا محکم میسازیم و اگر امی پدرم قبل از این حادثه ما به می ماینه میدیدیم و تکلیفشون تثبیت میشد حال رتینای از جدا نمیشود یا شبکه چشمشون جدا نمیشد و حالا که ما با معنی دارکتوفتالموسکوپی دیدیم که ریتینای داخل چشم راست از پدر کاملا جدا شده، دیتچمند شده و دیدشون از بین رفته بازم خوشبختانه به موقع پیش ما مو مراجع کردن که ما میتونیم این عملیات موفقانه پیششون اجرا کنیم دو نوع عملیات است یک عملیات از بیرون چشم به نام اسکلیرال بکل است که پیشازی پدر اجرا میکنه و عملیات پیشرفته دیگه ای که در ممالک همسایه اندوستان پاکستان و دیگه جای میشه خوشبختانه ما هم وسایل چه داریم که این ویره با عملیات ویترکتومی و اندولیزر یا سیلیکونیل یا گاز عملیات کنیم چه ما صاحب در تاکلیف ما تخمین تا سه سال پیش تاکلیف یا چشم پیدا شد مزار شریف رفتم عملیات کرد بعد از عملیات صاحب چند وقت همی چشم خوب نشد باز رفتم یک لکایی پیدا شد امسال دمی چشم رفتم در شالای لایزر میگین چی میگین امین دا گری یک هفته پس امی چشم بیخی قلب شد اما باز آمدیم کابل امی جواد راست خودتن امی دا سرتیب پیش از پی این که خدا چی میکنه که هم خاراغلاست تاسو کولای شئ چې همدا اوس پزمن خبراوني سره اړیکه ونیسي او خپل سيستنځي مول مون سره شریکه کړئ زمونږ د خبرونې چمیره 0111111111 دیشته خب ډاکټر صاحب ما پيماي متعدد از در صفه فیسبوک خو داريم او دوستم برمو اغسال کړه ییکی از دوستای ما جميلہ جان نورستانی بر ما پیغام غوښشتن او و گفتن ک در رابطه بعد تنبلی چشم بر ما معلومات بدهن او گفتن که اگر به موقع تشخیص داده نشه و درمان نشه بویسه کوم اختلالات و عوامل جدی تر میشه تنبلی چشم خودش یک در حقیقت زئیپی چشمه است که از تطولیت میمانه و چون اطفال در افغانستان از خردی معاینه نمیشي که باید در وخت ولادت او تولد شوه بعد در 3 سالګي او 6 سالګي باید معاينه شوه چې ماي طفل بله او اگر ضرورت برا عینك داشته باشه و ما بردي طفل عینك توصيه نکونيم باز د ري صورت امکان داره چې زم ضعیف وانه و بهس تنبلی چېم شوه یعنی حتما لازم هسته عینك باید استفاده بله بله اگر چېم ضعیف باشه و ضرورت برا عینك داشته باشه باید قبل از 9 سالګي یعنی در سنه ار واخکه زه ترين فرصت به اينه شيد از مو وخته غي ضرورت بر اينه کې كه بايسه تنبلي چشمي زمي مشه درايند باید اينهك داده شوه و اينهك به شکله كه داکتر برش توصيه ميكونه موږ قسم اي باید پوشيده شوه ازو استفاده سورات نگیره اگر از اينهك استفاده سورات نگیره با د سن جواني بايسه تنبلي چم ميشه كه د رو صورت باس تداويش تاك اندازه مشكلتار است دقيقه بال یعنی باید عینکه استفاده وکنه و حتما از ډاکټر سره مراجعه وکړي ځکه چې په خصوص سم در زمان تطولیت کاینک توصیه شوه ازو اگر استفاده نشه باز بای ستنبلي چمشي دقیقہ همچون دوست دغه ما پیغام غوښتن عبدالبصير جان وویلن ک علت پیدا شونې چرک دوره چښم بعد از خواب چی هست خو علت پیدا شونې چرک بعد از خواب زیات عوامل ده یا کې ځخ خودی انتانات یا ميكروبای داخلي چمی است که اگر حبس ساه درست مرات نه شوه یا بعضی از امراض مزمنه است که در صورت بایسه التهابات او تولید چرک می شه د اطراف تشمیا کی سبب شو است و واس اسباب دیگر نیز وجود دارد یک تعداد افراد هستند آلرژی بیش از حد دارن کوم یک چرک متفاوت می داشته باشه به داشت او که او از اثر انات می باشه و یا خشکی تشمک از داشته باشه در صورت میتنه شده که دوره بر اطراف تشم باعث پیدا شدن چرک شوه با پیدا شدن از خواب بل دکتر اگر عوامل ایجاد از این چرک مواد میکروبی باشه چی کارهایی باید انجام بدن آتمن باید از عینک استفاده بکنن بخاطر از که جلب گرد و غبار بگیره یا میتونن از طریق های دیگه استفاده با خود با. مرات حفظ سیها میشه که نمی آفات میکروبی بر دیگران انتقال نشوه و وقایه شوه و در چشم خودش که اگر پیدا شده با توصیه انتوبیتیک توسط متخصص چشم برطرف میگردد بله بسیار خوب و همچنان یکی از دوستان ما پیام گذاشتن که دکتر صاحب هر وقت که در شب از خواب بیدار میشم گفتن که تا چند لحظه همه چیز را زرد میبینم علتش چی هست خب به ذکر نشده که تماس داریم بعد سوال تماس میشه که جواب شنه بله سلام بله سلام صدای ما داریم با تاسف تماسم قطع شد بله او زردیدنه بعد از پیدرشدن از خواب یک موضوع مهم است اگرې برز نه پیدا شده باشه میته نشد کې عفات سبب سری داشته باشه یا به استفاده از بعضی ادویجات هم پیدا میشه من تهی حاتمس معنی دی و باید بر پیشک متخصص شم و او تاریخچی ازی را میگیره عوامل ش پیدا میکنه تا تدوی صورت بگیره بسیار خب و همچنان یکی از دوستان در صفحه فیسبوک ما پیام گذاشتن و گفتن که آیا لنز دایمی چشم ضرر داره یا خیر و اگر لنز دایمی استفاده شد و میتونه کدام مشکلات را ایجاد کنه و گفتن که آیا استفاده از لنز بهتر است یا از عینک دکتر این مورد پاسخ میدن استفاده از لنز دایمی میتونه شیدا اگر هيبه سحه درست مراد شوه میتونه از لنز دایمی استفاده کنه <تصفح> استفاده از لنز هم از خود مفاد خود داره او هم نقص و نواقص خود داره خود استفاده از لنز اگر یک شخص نمیخوایه کیناک بپوشه از لنز میتونه استفاده کنه به شرطی که هيبه سره درست مراد کنه <تصفح> اما از لنز هم عینک بهتر است کنه که استفاده شوه چون با شیم در تماس نمیشه از شیم در تقرارداري و چشم به خطر مواجه نمیکنه بله بسیار خوب ایزا باز هم شماره تماس تکرار میکنم صف 700 111 130 شما تماس ما شما میتونید همین لحظه به برنامه ما تماس شوین. و اگر کدام مشکل در قبال چشمتان داشته باشه میتونید که مشکلاتتان بر ما ارائه بکنید بله باز هم تماس داریم بله سلام بله صدای ما دارین؟ سلام علیکم سلام علیکم خوش آمدید بله میشنم اولی بفرمایید برادر مهربانی ما یک مشکل که چیز که دا اه آه دا داشتم که چشم راست ما تا کم این تی نصاب ما ضعیف است آه از دکتر سبک سوال داشتم بله چقدر وقت شده که آیا پیش دکتر سبک مراجع کردین نمره چشمتان تعیین شده؟ تا نوز مراجعه نکردم خو یک دفعه گفتم برای شما زنگ میزنم همین می راست میکه است از دکتر صاحب سوال که اسفاد از می چپ ضعیف است چقدر وقت که خوب بله چقدر وقت شده که چشمتان ضعیف شده و احساس ضعیفی میکنید در چشمتان اما از خوردی همون تو بود بله دکتر صاحب سوال نه آه تشکر برادر منتظر پاسختان باشه بله خو خب قسمی که برادر ما گفت که از خوردی چشمم ضعیف است بعضه موضوع یەک یز او نومو که پیشتر سره باس کردیم موضوع تنبلی مطرب میشه امکان داره د دا خورتریکی یا د زمان تطولیت ضرورت بیانک داشته بده و د روز زمان تشخیص نشه و بیانک بزی توصیه نشه و ناپوشیده بایس زایپی چ میزیده و یی ک دغه فاته داخل چمی داشته باشه و انو زم برادر مه پیشک داکتر مراجعه نه کرد <applause> و اگر پیش دکتر مراجعه کنه دکتر چشم انشالله که تا اندازه مشکلش حل خواهد شد بله یعنی مشکلشان با استفاده ای که پیش دکتر مراجعه بکنن میتونه که قابل حل باشه به یک مدت زمان زیاد مراجعه نکردن بله 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 بل بل میشه که زیادتر وقتا رای حل برش پیدا شد بله بل تشکر و دکتر صاحب البته بسته معلوماتی را که دیدیم در رابطه با افتالماسکوپی یا عملی افتالماسکوپی بود که با تشخیص ماینات چشم استفاده میشد می شد در رابطه به این صحبت بکنیم که کسایی که مرض شکر دارن و دیابت دارن چقدر میتونه که بالای چشمایشان تاثیر منفی داشته باشه چقدر بالای دیدشان تاثیر سو داره می بعد معلومات بودین که چیکار باید بکنیم قسمی که شکر بلند خون یکی از امراضی است که قشر عظیم از جامعه ره. در بر میگیره دقیقاً و اکثرا در اشخاص دیابتیک سیستمای مختلف وجود توسط تاثیر خود شکر قرار میگیره بله و صدمه میرسه بر اعضای مختلف بدن چشمه یک از اعضای بدن است و یکی از اعضای بسیار ظریف بدن بوده شکر نیز بالای چشم هم تاثیرات بد و سوء خود داره که اگر به وخت و زمان شکر کنټرول نشه به شکل درستش دغه تواسې ډاکټر خود برغوش نکونه مریض امکان دره په اواقېبه خطرناکې برچې مریض داشته باشه اگر کنټرول شوه چشمش دامن معنی په دا قسم کې شما اشاره بر معانه اوپټالماسکوپی کردې خود انډایریکټ اوپټالماسکوپی یا قسم کې مادر کلپ دیم معنی داخله چشمه په شکل مشره متوسط انډایریکټ اوپټالماسکوپی مان امکان فذیر است وایا کې از ماینات تلایي از برمريزای چې ونه شکر درن اگر به مجرد تشخيص شکر یک دا په پیشه ډاکټره کې اېنيمي ماینات اجرا میکنه مراجعه کنن کې ماینات بادي زو توسټ ډاکټر زو تعین ميشه کې یک تعداد مريزای کې بسیار محتاط نه باشن وایي کې دا شکر خود درست کنټرول نه کنن ممكن ماینات زو تر بلد. برزو داده شوه یعنی زو زود میان شوه و اگر اشخاصی که شکر خود درست کنترل میکنن و بهتر کنترل میکنن امکان داره سال آن یا دو سال بعد یک دفعه میان ضرورت باشه بله تشکر تماس داریم بله سلام سلام خوب است برادر خوش آمدید خوبم بخیر انشاءالله آتا شکر بفرمایید میره بنی یک سوال داشتم از بچه‌ها بله بفرمایید من میرم خواستم بگم که مثل چهار ساله که چشمام کم زهیده در مقابل نور هم زیاد اساس شده باز از دور زیاد نمیتونم ببینم نزدیک خوب چشم مشکل نداره دو سه دفعه هم به شفاخانه رفتم دیگه شد چشم دکتر صاحب سال دارین؟ بله چقدر وقت میشه که دید شما ضعیف شده؟ من <متنی> چهار سال میشه دیگه چهار سال چون زیاد از و امراض شکر چیزی خونه نه 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 بیشترانیم چون کلیش نریزی دیگه ندارم فقط بیشتر تو به شفاخونه برستم پاماد دویتون و همیتی بیشتر هم قطره دادم اون زیاد تاثیر نکردیم خب اینک هم ندادن؟ اینک هم نه اینک همی بار آخیری کردیم اینک گفتم که اینک زیاد هم لازم نیه گفتم آدم به اینک هم اگه بخاطر که تو مقابل نور احساس و اگه استفاده کنی بیتر دیگه، این نکردم دیگه بله تشکر برادر، سالتانه گرفتیم خب، که برادر ما گفت که من نور دیدم کم میشه مهم. و پیش دکترم رفته و گفته که چشمت کدام مشکل نداره از عینک استفاده کو بله در چند زمان میشه که در نور دیدم مریض کم شه و یکی که پرده داشته باشه یک کترک در حالت ابتدایی باشه و مرکزی باشه بلچون حدقدر وقت یاسای چشم یا منگک به امیانه اصطلاح بگویم انمو در نور خورد میشه و یک جلوگیری می کنه از دیدن هر چیزه که ما می خوانیم یا می بینیم امکان داره یک پرده داشته باشه چشمش و یا ای که ار با نور حساس باشه نور سرش بد می خوره و یا آفات خود شبکه داشته باشه قسم که برادر گفت که م با عینک هم دیدم خوبتر نمیشه باید دقیق تر موینه شوه بله یعنی دوباره مراجعه بکنه دوباره مراجعه کنه بر یک مرکزی که کمک دقیق تر میوناده شورتگیره بله بو گرفتن آینه کن ان شاء الله که دید خوده دوباره بعد خود از خاط آوردن دید خوده بله بله تلویات منی تدوی میشه چون نو پیدا کده و سنش هم زیات نبوده بله تشکر و پیام دوستان ما مان پاسخشان که در صفحه فیسبوک ما گذاشته بودن در رابطه با لنز سوال کردن که آیا لنز دائمی ضرر داره یا خیر و گفتن که استفاده از لنز مفید است یا از اینک خب لنز دائمی استفادهش اگر به شکل صحیح باشه و متوجه باشه خود شخص یا استifadə دې د ریسچېاتګرفتہ باشه دایمی دا هم زیات zarar نه دراې بل من تاګه حبزه سره مرات نه کونه حتی به کورې می انجمه یعنی شي شي چېم از بین میره بل و استفاده عیناک از لن بهتر است در جمعی کې یا در ځای کې ژوندۍ میکنه که هوا خوب نه باشه بهتر اس نه کوشه تشکر, تشکر. دوستان عزیز فعلاً یک وقفہ کوتاه دریم بعدس وقفہ برنامه درمان را فراموش نکونید تحقیقات تیبی نشان داده که خوردن کیوی همراه با پوستش افونت های دور چشم را کاهش میده و افونت های دور چشم را از بین می برد. کسایی که مشکل را دارند کش بکنند کیوی را همراه با پوستش نوشجان بکنند تا از این مشکل رهایی پیدا بکنند. خب دوست ما عبدالواسی جان پیام گذاشتن و گفتن که بعد از ظهر یعنی ساعت سی بجا وقت هنگام که از خواب بیدار میشم هر دو چشمم به درد می و نمیفهمم که چی کار بکنم اصاب هم با درد چشمم خراب میشه خواستن که دکتر صاحب شما باشند توصیه داشته باشن قسمی که از خواب میخیز و اطراف چشمش درد داره بله یکی که سنیزی معلوم نیست که چند سال است و اکثر نمی اشخاصی که بعد از خستان از خواب شما درد میگیره خشکی چشم می, می داشته باشن یا درای بله یعنی خودی اشکی چشم شما مشکل داره کم می باشه و یا امراض دیگر چشم می داشته باشن ا بوزن برځه توصیمه میاس کې بزوترین پرصت په شیک متخصص شمران او شمای خوده معاینه کولن و ادویه توصیه شدی خوده په وخت و زمانه استفاده کولن بله بسیار خوب و دکتر صاحب در رابطه با خود امراضی که از اثر دیابت به وجود میاد و بالای چشم تاثیر منفی میگذاره مایناتی که در این قسمت اجرا میشه و صورت میگیره چقدر مدت بعد باید یک شخص ماینات را انجام بده خب قسمی که شکر تاثیرات سوی خود بالای دو قسمت چشم زیاد داره یکی که دا امکان داره پرده چشم یا کترک پیدا کنه که او با یک عملیات ساده برطرف میشه اما اگر تاثیرات خود بالای شبکه چشم گذشته باشه باد. در حالت ابتدایی اگر باشه میشه که هر سیمه او ششمه باید چک شوه یا معینه شوه و اگر حالت پیشرفته را داشته باشه امکان باد. داره که هر ما ضرورت باشه که معینه شوه یا دیدشتین شوه ایندایرکت اوتلمسکوپی شوه و فاندس فوٹوگرافی شوه یا عکسای داخلي چمی گرفته شوه یا فلوروسیننگیوگرافی شوه مهم. اما وارز که نقطه نقطه شبکیز دی به وجود میه باید بزترین فرصت وی قیا شوه تشکر. و از پیشرفت خراب شدن دیدش جلوگیری شوه تشکر زنده بشه داکټر صاحب تاسو زورتان در برنامه واځي کې تاسو خیلی خوب بحث یې مودهشت تشکر از شما که بسیار خوب موضوعات برنامه در برنامه گنجیده بده خصوصا مرزه شکر که در جامعه ما بسیار جدي شایست ناخبره ستند مردم ما تشکر زنده باشین دوستای عزیز به پایان برنامه درمان رسیدیم امید که شما که بر ما پیام گذاشته بودین و تماس گرفتین سوالایی که از برنامه ما پرسیده بودین جوابش به دست آورده باشین هفته بعد برنامه ما را فراموش نکنین اوقات خوش داشته باشین خدا نگهدار